سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی آرامکو، قلب صنعت نفت عربستان، آمریکا تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده که وسعت حملات را نشان می‌دهد. گرچه شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، اما آمریکایی‌ها می‌گویند مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد ایران مستقیما در این حملات دست داشته، اتهامی که مقامات ایران رد کردند. شیار گل گزارش می‌دهد. هر روز که از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌گذرد، انگشت اتهام به سوی ایران بیشتر می‌شود. این تصاویر ماهواره‌ای است که دیروز آمریکا منتشر کرد. تصاویری که 19 نقطه از تأسیسات نفتی عربستان در بقیق به خوریس را نشان می‌دهد که هدف حملات روز شنبه بودند. تصاویری که دقت حملات را نشان می‌دهد. منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند دقت و پیچیدگی این حملات نمی‌تواند در توان شبه نظامیان حوثی یمن باشد. آنها انگشت اتهام را مستقیما به سوی ایران نشانه رفتند. رئیس جمهوری آمریکا از متحدش عربستان سعودی حمایت کرده و در توییتی نوشت: به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. دلایلی در دست است که نشان می‌دهد چه کسی پشت این حملات بوده. پس از تایید آماده حمله هستیم، اما منتظریم ببینیم پادشاهی عربستان چه کسی را عامل این حملات می‌داند. بر اساس آن اقدام خواهیم کرد. برخی از شهروندان عربستان سعودی حمله به تأسیسات نفتی این کشور را حمله به منافع همه در جهان می‌خوانند. حمله به عربستان سعودی مثل حمله مستقیم به آمریکا و اروپا است. این کشورها را مستقیما هدف گرفتند. فرض بر این است که ایران پشت این حمله هاست. ایران تنها به ما حمله نکرده. آنها به آمریکا پیام میفرستند که می توانند هر جایی به آمریکا حمله کنند. روز شنبه گذشته گروه حوثی های یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. چند هفته پیش هم تلویزیون وابسته به این گروه انبار موشک‌ها و پهپادهای آنها را نشان داد. اما منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند با توجه به مسافت و شواهد از یمن که در جنوب این کشور است حمله نشده، بلکه احتمالاً از شمال و شمال غرب به این تأسیسات نفتی حمله شده است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند احتمالاً مجموعه‌ای از پهپادها و موشک‌ها از ایران یا عراق تأسیسات نفتی عربستان را هدف گرفتند. اما مقامات ایرانی این اتهامات را رد کردند. جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که از مردم یمن و حقوق اونها دفاع میکنه، اما اینکه این گونه حملات و به صلاح اقدامات دفاعی رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت بدن واقعا در راستای همون دروغ حداکثری هست که حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی تنش بین این کشور و آمریکا را با ایران وارد مرحله خطرناکتری کرده است. ژیار گل، بی بی سی. خشایار جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، حدوداً 20 دقیقه پیش دونالد ترامپ دوباره یک توییت کرد راجع به ایران و اشاره کرد به حمله ایران به آن پهپاد متعلق به آمریکا در چند هفته گذشته. همینطور است. آقای ترامپ امروز یک کمی مستقیم تر در مورد اتهام آمریکا علیه ایران داره صحبت میکنه. در توییتی که منتشر کرد نوشت که یادتون هست زمانی که ایران پهپاد آمریکایی رو منهدم کرد میگفتن که این پهپاد در حریم هوایی ما بوده، که در حقیقت اینطور نبود، ولی اونها به این دروغ بزرگی که گفته بودن به شدت تاکید میکردن. حالا اونها دارن میگن که هیچ ارتباطی با حمله به عربستان سعودی ندارند و خواهیم دید. آقای ترامپ در توییتی که دیروز هم کرده بود گفته بود آمریکا دلایلی داره که نشون میده میدونه چه کسی پشت این حمله بوده، اما نامی از ایران نبرد و این برخلاف مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و کلیان کانوی مشاور ارشد کاخ سفید بود که به طور مستقیم ایران رو متهم دونستند. آقای ترامپ از سوی دیگر داره سعی میکنه که در توییت هاش به بخش مربوط به بهای نفت در بازارهای جهانی هم بپردازه. اینکه آمریکا در توییتی که امروز منتشر کرد به این نکته اشاره کرد که آمریکا از نظر تامین نیازش به نفت به استقلال رسیده، تبدیل شده به صادرکننده نفت در دوران خودش به گفته آقای ترامپ، و به همین خاطر نیاز چندانی به نفت خاورمیانه نداره، ولی در کنار متحدانش باقی خواهد بود و به اونها کمک خواهد کرد. اما سوالی که مطرح هست بر اینه که به رغم اتهام هایی که آمریکایی ها دارند
چه به طور رسمی و چه از طریق افرادی که نامی از اونها نمیبرن متوجه ایران میکنن در رابطه با دست داشتن در این حملات این هست که آیا آمریکا تا چه حد آماده اقدام علیه ایران هست؟ کریس مورفی سناتور دموکرات در هم امروز هم دیروز در سلسله توییت هایی که منتشر کرده سعی کرده به آقای ترامپ و جمهوری خواهان نشون بده که این یک تقابل بین حوثی های یمن و عربستان سعودی از یک سو و عربستان از سوی دیگر با ایران هست و آمریکا نباید خودش رو درگیر این تنش منطقه‌ای بین قدرت‌های منطقه بکنه، موضوعی که آقای ترامپ هم قبلا گفته که علاقه‌ای نداره که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو گسترش بده. اما از سوی دیگر سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام در صحبت‌هایی که کرده بود در توییتر صحبت از این کرده که باید عملیات تلافی جویانه آمریکا انجام بده علیه منابع پالایشگاهی ایران تا ایران متوجه اهمیت قضیه بشه. از سوی دیگر بعضی از نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا هم در توییتر با آقای ترامپ در این باره هشدار دادن درباره اقدام به ایران علیه ایران. در گزارشش یار دیدیم در مورد توییت روز گذشته آقای ترامپ که صحبت از این کرده بود که آمریکا میدونه مقصر کی بوده، منتظر هست ببینه که عربستانی ها چه میگن تا بر اساس اون تصمیم گیری بشه. تولسی گابارد نماینده دموکرات مجلس نمایندگان و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری این حزب نوشته از کی تا حالا عربستانی ها ارباب آمریکا بودند و برنی سندرز نماینده مجلس سنا هم در توییتی که منتشر کرده بود گفته بود که اگر قرار به جنگ هست کنگره باید تصمیم گیری کنه و آمریکا سیاست خارجیش رو در اختیار عربستان نباید قرار بده. متشکرم خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ما و علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن پایتخت یونان با ماست. آقای سعدزاده، شنیدید در هم گزارش هم در گفته‌های خشایار که دونالد ترامپ در واقع توپ رو در زمین عربستان انداخته و منتظره که اونها تایید بکنند که آیا ایران پشت این حملات بوده یا نه. اگر فرض بگیریم که امروز عربستان تایید بکنه که از دید اونها ایران مسئول این حمله بوده، آمریکا چه کار میکنه؟ قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم باید بگم خیلی تعجب آوره آمریکا برای این که بفهمه ایران پشت این حمله بوده یا نبوده احتیاج به نیازهای اطلاعاتی عربستان داره، در حالی که این واقعا آمریکا هست که میتونه به عربستان بگه با این امکاناتی که آمریکا از نظر اطلاعاتی و فنی داره که واقعا کی بوده پشت این جریانات. اینکه گفته عربستان اول به ما بگه که کی پشت این داستان بوده تا بعد ما وارد عمل بشیم، در حقیقت داره واگذار میکنه به عربستان و ظاهرا احساس میکنه که عربستان مایل به یک درگیری تمام عیار با ایران نیست، فعلا نیست، در این ساعات نیست، ولی به همین علت هم هست که واگذار کرده بود. ولی حرفای آقای ترامپ داره رفته رفته به ایران نزدیک میشه، همونطور که خبرنگاران تونم گزارش دادن تهدید اول یه جوری در لفافه مخملی و پنبه‌ای پیچیده بود که ما میدونیم کیه ولی بعداً اعلام میکنیم و بعد هم به عهده عربستان گذاشت. الان با این توییتی کرده که به یادتون میاد ایرانیا چه کار کردن در مورد اون پهپاد، داره به مواضع آقای پومپئو نزدیک میشه و اگر آقای پومپئو و آقای ترامپ واقعا مدرک قابل اعتمادی به قولن محکمه پسندی ارائه بدن که ایران پشت این حمله بوده، ما صراحتا به جنگ نزدیک شدیم، یک قدم به جنگ. حالا این جنگ چه ابعادی خواهد داشت مسئله دیگه. حالا سوال اینجاست که با توجه به اینکه همین حمله که درسته که در نوع خودش کم سابقه است و حمله نسبتاً گسترده‌ایه ولی صرفاً به مناطق محدودیه در منطقه، اگر این تبدیل به یک درگیری در منطقه بشه اثرات بسیار مخربی میتونه بذاره بر بازار نفت. وقتی در این حد اینقدر آسیب دیده تولید نفت عربستان و جهان، جنگ میتونه تبعات بسیار جدی داشته باشه. آیا هیچ یک از طرفین امکان این رو دارند که وارد چنین جنگی بشن؟ من فکر نمی کنم، به همین دلیل هم این احتیاط هست، هم در سکوت عربستان سعودی که هنوز ایران رو صراحتا به اصطلاح متهم نکرده، هم در این تویت های احتیاط آمیز آقای ترامپ، به خصوص که آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی یا فضا هوایی ایران دیروز اعلام کرده که ما آماده جنگ هستیم و ما میزنیم همه جا رو و حتی گفته که جا
جنگ هم محتمل هست. یعنی در حقیقت اگر واقعا حمله صورت بگیره و ایران هم پاسخی بده اونجوری که فرماندهان جنگ خواه ایران میخوان، یعنی پاسداران ایران، ما در حقیقت با یک جنگ وسیع روبرو خواهیم بود که خیلی از مناطق خاورمیانه منابع انرژی و اقتصاد دنیا رو در به اصطلاح هدف قرار میگیره و این همون چیزی است که همه میخوان ازش به اصطلاح ابا بکنن و این همون چیزی است که سپاه پاسداران میدونه که در حقیقت پاشنه آشیل غرب هست و آقای ترامپ هست. متشکرم علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تنگر مسائل خاورمیانه از آتن با ما. و اما حمله به آرامکو واکنش زیادی هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته. رجا اسدی شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده در استودیو با ماست. رجا، از واکنش طرف ایرانی شروع کنیم. همونطور که گفتی واکنش های زیادی داشته و کاربران بدون توجه به اینکه حالا ایران تکذیب کرده، حوثی های یمن به عهده گرفتن، بدون اینکه توجه کنن به خبرها، نظرات و تئوری های خودش رو مطرح میکنن. خیلی از کاربران گفتن ایران اگر این کارو کرده، کار درستی کرده، برای اینکه نشون میده به آمریکا و به عربستان و کشورهای منطقه کی حرف اولو در منطقه میزنه و قدرت دست کیه. بنابراین حمایت کردن اگر ایران این کارو کرده باشه از این اقدام ایران. در همین راستا نشون میده خیلی‌ها دارن حرف میزنن که حتی اگر ایران هم مستقیما این کارو نکرده باشه، حوثی‌ها بدون حمایت از ایران نمیتونن دست به این کار بزنن و این نشون میده که ایران داره جنگ نیابتی با عربستان رو میبره. اما سوال کردم بعضی از کاربران تا که ایران میتونه پشت جنگ نیابتی پنهان بشه و این قضیه تا یک جایی پیش میره و بعدش جنگ رو میشه بین ایران و عربستان. اما بعضی از کاربران هم هستن که میگن که آمریکا دارن صحبت از این میکنن که چرا عربستان تا حالا، تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، هیچ واکنش رسمی نشون نداده. میدونیم که آمریکا ایران رو متهم کرده، بر اساس شواهدی که گفته ایران متهم کرده، ایران هم تکذیب کرده، اما عربستان هنوز موضع رسمی نگرفته. کاربران بعضیشون معتقدن آمریکا با متهم کردن ایران، مسئول دونستن ایران، عربستان رو در یه جای بسته قرار داده و عربستان دستش بسته شده، برای اینکه اگر عربستان بیاد ایران رو متهم بکنه، یعنی اینکه باید یک واکنش نشون بده و این واکنش احتمالاً نظامی خواهد بود و این یعنی وارد یک جنگ فرسایشی و پرهزینه برای عربستان میشه که عربستان نمیخواد وارد این جنگ بشه. از طرف دیگه اگر بپذیره که حوثی‌ها این کارو کردن، باز هم یعنی جنگ نیابتی به ایران رو باخته، جنگی پرهزینه که خیلی ازش انتقاد شده تا حالا. بعضی هم دارن میگن که اگر آمریکا و عربستان واکنش نشون ندن و ایران اگر عامل این کار هست از قول آنها، ایران ادامه میده به کارهای به قول اونها خرابکارانش در منطقه. بنابراین این دست از کاربران منتظرن که آمریکا و عربستان یک واکنش بسیار قوی نشون بده در مقابل ایران. واکنش جهان عرب و کاربران عرب زبان چه بوده؟ این بحث داغی هم هست در بین کاربران کشورهای عربی. اون بعضیشون دارن از تئوری‌های توطئه صحبت می‌کنن. عده‌ایشون دارن میگن که این کار در حقیقت میتونه کار آمریکا بوده باشه، برای اینکه آمریکا میخواد وارد جنگ با ایران بشه و دنبال بهانه میگرده و این میتونه بهانه خوبی باشه با آمریکا. اما در انتقاد با این دست از کاربران، عده دیگه از کاربران عرب زبان میگن نه، آمریکا فرصت داشت چند ماه پیش وقتی که پهپادش سرنگون شد و ایران مقصر دونست اون موقع وارد جنگ بشه. اما میدونیم که آقای ترامپ یک ساعتی قبل از حمله به اهداف در ایران حمله رو متوقف کرد و گفت نمیخواد که جان انسانها رو بگیره. بنابراین این دلیل میشه. ایده دیگه دوباره از یک تئوری توطئه دیگه حرف میزنن، میگن که آمریکا دوست نداره که بن سلمان ولیعهد عربستان به اهداف توسعه 2030 برسه. یکی از این اهداف توسعه قرار دادن بورس سهام آرامکو در بورس و عمومی کردن این سهام و میدونیم که تأسیسات نفتی مربوط به شرکت آرامکو بوده که از پرسودترین و ثروتمندترین شرکت‌های جهان. بنابراین این کارو کرده که سهام افت بکنه و خلل ایجاد بکنه برای برنامه بن سلمان که وارد با بورس بشه. متشکرم رجا اسدی در استودیو با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. با گذشت دو روز از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، گمانه‌زنی‌ها درباره عامل این حمله ادامه دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا ایران را متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید هیچ نقشی نداشته. به دنبال حمله به تأسیسات نفتی عربستان، قیمت نفت در جهان به طور کم سابقه‌ای بالا رفت. در ادامه برنامه
کشمیر در التهاب درگیری میان ارتش هند و پیکارجویان. یافته‌های یک تحقیق تازه بی بی سی نشان می‌دهد که در ماه گذشته میلادی تلفات جنگ در افغانستان بیشتر از مجموع تلفات جنگ در سوریه و یمن بوده. این تحقیق دریافته که هیچ روزی در ماه اوت بدون حادثه امنیتی نبوده و روزانه حداقل 75 نفر در افغانستان جانشان را از دست دادند. خبرنگاران بی بی سی در جریان یک ماه تحقیق علاوه بر جمع‌آوری آمار به مناطق مختلف افغانستان سر زدند تا تصاویری از این جنگ خونین به دست آورند. از خط مقدم جنگ، بیمارستان قربانیان جنگ و مناطق تحت تهدید طالبان و گروه داعش به تصاویری دست یافته ایم که چکیده ی آن را همکارم ارشاد هنریار در این گزارش گنجانده. هر روز جنگ و خشونت، هر روز خبر کشته شدن و از دست دادن. یک ماه در افغانستان، در ماه آگوست یا اسد هر روز در افغانستان 75 نفر کشته شدند. صدای انفجار در روزهای عید هم شنیده شد. بسیار جنگ را سر گذاشتند. به دیدار خانواده آمده ایم که در روز عید به اذان نشستند. میگم الهی طالب روی کامیابی نصیبتان نشه، سرنگون شوید. دو دختر این خانم یک ماه پیش برای خرید عید بازار رفته بودند. کودکانشان را هم در خانه گذاشتند. آنها با 12 نفر دیگر در انفجار یک کامیون در کابل کشته شدند. و دو چشمم طرف دروازه بود. دیگه از تا دختر مردی شده خلا خانه میشه. اما نامدم. هیچ کس در این جنگ مسئول نیست. ولایت هرات در غرب کشور. آمارهای ما نشان میدهد که در یک ماه گذشته از هر سه کشته یکی آن پلیس بوده. شورشیان طالب هم وضعیت مشابه داشتند. تصاویری که به ما داده شده سربازان در حال جنگ را نشان می‌دهد که با وجود تلفات سنگین باز هم ایستادگی می‌کنند. هم تلفات هر دو جانب است و هم تلفات ملکی بعضی وقت به وجود میاد. ما مکلف هستیم از آبرو و عزت مردم، از خاک خود، از سرزمین خود دفاع میکنیم و در سنگر دفاع مشروع قرار داریم. تلفات طالبان زیاد است. یافته های ما نشان میدهد که در این ماه نیمه از کشته ها طالب هستند. حدود 1000 جنگجو. شورشیانی که یا در نبرد رو در رو کشته شدند یا در حملات هوایی. آنها هنوز هم تهدید جدی هستند. قدرتمندتر از سال 2001 زمانی که بیرون رانده شدند. گروهی که حتی با آمریکا وارد مذاکرات صلح شد. روزها، هفته ها و ماه ها پشت سر هم میگذرد و خشونت در افغانستان جان افراد زیاد را میگیرد. کم نیستند خانواده هایی که در این میان داغدارند و امید به پایان جنگ هم ندارند. در یک ماه گذشته در حالی که بیشتر از هر زمان این مردم خبرهای مرتبط به صلح را شنیدند، اما شاهد جنگ و خشونت بودند. مردمی که با اضطراب و نگرانی منتظر آمدن و گذشتن روزهای آینده هستند. در وسط این جنگ غیر نظامی ها گیر ماندند. دولت هم از بر میزنه، طالب هم از بر چاره ما مردم چی؟ ما آخری چی کار کنیم؟ یک ماه از جنگ که 18 سال زمان گرفت. حتی اگر دولت و طالبان صلح کنند، دشمن تازه‌ای در کمین نشسته. داعش. حتی این پیرزن 70 ساله تفنگ به دست شده. جنگجویان داعش سه پسر و سه نوه نیاز بیبی را در برابر چشمانش کشتند. او حالا از 40 نوهش مراقبت میکند. شوهرم نبینه است. من هم تنها با یک چشم میتوانم ببینم. در وضعیت ناگواری هستم. پسرانم به خاطر این سرزمین جانشان را از دست دادند و من نگران آینده این کودکان هستم. یک پسر دیگر نیاز بیبی سالها پیش در جنگ کشته شد. پسر پنجمش هم زخمی. اندوه این مادر بزرگ داستان هم افغانهایی است که سالهاست تنها جنگ را میشناسند. ارشاد هنریار، BBC کابل.
نعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کابل با ماست. آقای نظری، می‌بینیم که در یک ماه گذشته میلادی تلفات بیش از مجموع تلفات جنگ در سوریه و یمن بوده. بله، با تأسف جنگ در افغانستان به شکل بسیار وحشتناک جریان داره و این جنگ ویرانگر قربانی های بسیار زیاد از افراد ملکی هم گرفته. شما شاهد به خاک خون کشیدن حتی آسیب پذیرترین اقشار اجتماع که زنان و کودکان باشند هم در افغانستان هستین. شما شاهد تخریب تأسیسات عامه هستین. شما شاهد آسیب رساندن به اماکن مقدس هستین. اینا در مجموع خلاف ورزی ها از نرم ها، معیار ها و پرنسپ های بین المللی است که متاسفانه در افغانستان جریان داره و به شکل روز افزون جریان داره. چه کار باید کرد آقای نظری؟ سوال شما رو صحیح درست نگرفتم. چه کار میشه کرد؟ مذاکرات صلح که عملا به نتیجه نرسیده، جنگ و خونریزی و خشونت کماکان ادامه داره و قربانیان این مسد مردم عادی هستند. چه میشه کرد؟ متاسفانه وقتی ما نرم ها و قوانین جنگ را میبینیم، کنوانسیون های چهارگانه ژنو را میبینیم، میبینیم که اطراف درگیر هیچ گونه تعهد به اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی از خود نشان نمیتن. متاسفانه گروه هایی که در برابر نظام و دولت افغانستان میجنگند، اینا به عنوان گروه های مطرح هستند که علاوه بر اینکه در میادین جنگ نرم ها را رعایت نمیکنند، گاه گاه ما شاهدی هستیم که به گونه تعمدی افراد ملکی را مورد هدف قرار میده. از جانب دیگر حکومت افغانستان در جریان عملیات ها گرچند به گونه تعمدی این کار را نمیکنه، اما ضعف هایی که در رهبری سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان وجود داره شاهد این میشه که شاهد این هستیم که گاه گاهی در نتیجه مدیریت نادرست از اینا تلفات افراد ملکی صورت میگیره. از سوی هم حتی از نیروهای بین المللی شما میبینین که گاه گاهی نیروهای بین المللی و بخصوص تیارات بی سرنشین سبب قربانی گرفتن از افراد ملکی میشه که چند روز پیش ما شاهد به خاک خون کشیدن یک خانواده توسط یکی از تیارهای بی سرنشین در ولایت میدان وردک بودیم. که نوت در مجموع خلاف ورزی از معیارهای اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی است و طبعا طرفین درگیر باید نسبت به این اسناد تعهد داشته باشه. از سوی دیگر متاسفانه در افغانستان ما هنوز شاهد نهایی سازی قانونی در زمینه جبران خساره برای قربانیان ملکی نیستیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر مصوبه قانون را تهیه کرده و باید پروسیجر قانونی خود را تهیه بکنه، اما با تعلل کار به پیش میره که متاسفانه هنوز هم بخش تقنینی وزارت عدلیه در این زمینه نتونسته که قدم های استوارتر در راستای قانونی که جبران خساره برای قربانیان ملکی را باید تضمین بکنه وجود نداره. متشکرم. از سوی دیگه وقت ممنونم نعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ما. شش هفته بعد از اینکه دولت هند اختیارات ویژه منطقه کشمیر را لغو کرد، این منطقه همچنان ملتهب و ناآرام است. تلفن‌های همراه و خطوط اینترنت قطع هستند و رهبران سیاسی همچنان در بازداشتند. ده‌ها هزار نفر از نیروهای دولتی در منطقه مستقرند و درگیری‌های بین معترضان مخالف دولت و نیروهای امنیتی در جریان است. یوگی تالامای از سرینگر گزارش می‌دهد. خانواده ای که با پسر بزرگش خداحافظی می کند. مادر مبهوت از شدت ضربه. اسرار احمد خان 17 ساله بود. او دانش آموزی باهوش و عاشق کریکت بود. خانواده می گوید که از ناحیه سر هدف گلوله گاز اشکاور قرار گرفته و نیروهای دولتی هند به او شلیک کردند. مودی درد منو میفهمه، عذرخواهی کرده، محکومش کرده، فردا باز یه عده دیگه میمیرن. این روزا تو کشمیر هیچ کس پاسخگو نیست.
کنه. ما اسرار را وقتی در بیمارستان با مرگ می جنگید ملاقات کرده بودیم. مرگ این پسر تبدیل شد به نماد تضاد و درگیری های کشمیر. دکترها می گویند او به دلیل جراحات ناشی از ساچمه ها و انفجار گلوله گاز اشکاور کشته شده. اما نیروهای دولتی می گویند علت مرگش سنگ پرانی معترضان مخالف دولت بوده است. There have been varying accounts of the number of deaths and injuries. در یک ماه گذشته که اعتراضات به لغو اختیارات ویژه برای کشمیر تبدیل به درگیری‌های خشن شده، شاهد آمار متفاوت کشته‌ها و زخمی‌ها بوده‌ایم. دولت هند می‌گوید عملیات نیروهای امنیتی جان هیچ کس را نگرفته، اما نیروهای مخالف مسلح 3 نفر را کشتند. Armed insurgents have killed 3 people. The owner of this shop صاحب این مغازه یکی از آنها بوده. او وقتی توی مغازه روبروی همسرش نشسته بود گلوله می‌خورد و می‌میرد. خانواده‌اش می‌ترسیدند با ما صحبت کنند. پلیس می‌گوید گروه‌های افراطی به مردم هشدار می‌دهند که مغازه‌ها، بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را باز نکنند. مردم عادی بین پیکارجویان و ارتش گرفتار شدند. در خیلی جاها مردم می‌گویند این نیروهای امنیتی هستند که ترس و وحشت ایجاد می‌کنند و مردم را به شکل غیرقانونی دستگیر می‌کنند. Illegally detaining men and even boys. We've been to many parts of Kashmir and met more than a dozen families. ما تو کشمیر به خیلی مناطق رفتیم و بیش از 12 خانواده رو ملاقات کردیم که میگفتن بچه‌هاشون رو دستگیر کردن. بعضی‌هاشون بعد از چند روز آزاد شدن. بعضی‌ها هم هنوز در بازداشت هستن. جوان‌ترین اونها 10 سالشه. All of them told us. همه آنها به ما گفتند مراحل قانونی طی نشده. بعضی‌ها گفتند که کتک خوردند. This man was detained along. این مرد با پسر 16 ساله اش دستگیر شده بود. آنها از ترس نیروهای امنیتی مایل نبودند چهره هایشان معلوم باشد. اونها رو کتک زده بودند و رو زمین انداخته بودند. من به شدت درد داشتم. منو کتک زدن اما با بچه ها اینجوری رفتار میکنن. من خیلی تحمل کردم. His son told me. پسرش به من گفت که از ترس شبها نمیتواند بخوابد. The Kashmir police did. پلیس کشمیر به درخواست بی بی سی برای اظهار نظر پاسخ نداد. ارتش هند هم گفت تا زمانی که ما هویت مصاحبه شوندگان و جزئیات اتفاقات را فاش نکنیم به ادعاها پاسخ نمیدهد. شش هفته است که فضا در کشمیر امنیتی است. هرچه این وضعیت طولانی تر شود نارضایتی ها هم بیشتر خواهند شد. یوگیتا لمای، بی بی سی نیوز، سرینگر. و ما یک خبر فوری اجازه بدید به ریاض بریم، جایی که کنفرانس مطبوعاتی کلونل ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در یمنه. آقای مالکی دقایقی پیش اعلام کرد که بر اساس یافته‌های اولیه اونها از تسلیحات ایرانی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی استفاده شده. به گفته ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ در یمن از دید عربستان و بر اساس یافته‌های اولیه از تسلیحات ایرانی استفاده شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان و به گفته آقای مالکی این حمله از یمن انجام نشده اما توضیح نداده که از کدام کشور این حملات انجام شده. تکرار میکنم، به گفته سخنگوی ائتلاف عربستان در جنگ یمن بر اساس یافته‌های اولیه از دید عربستان این حمله به آرامکو با تسلیحات ایران بوده و از یمن انجام نشده. حالا بیننده برنامه کلیک باشید.